دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب شاهزاده عقیم یا سوگلی حرم. رقیه گفت: من نمیدانم چطور است که این بچه را آنقدر دوست دارم مثل اینکه از سر جگر خودم پایین آمده. امینه لبخندی رندانه زد و گفت: مثل اینکه این بچه را خیلی دوست داری. رقیه گفت: بیشتر از آن که به عقل بیاید. امینه سری جنبانده و زیر لب گفت: هیچ وقت کار خدا بی مصلحت نیست، شاید هم حق داشته باشی، اما حالا بگو ببینم دفعه آخری که جهانگیر میرزا با نازنین ملاقات کرد چه زمانی بود؟ رقیه گفت: من که فردای همان شب به شما گفتم، شاید 15 یا 16 شب پیش بود و همان شب که نازنین آب پاکی را روی دست جهانگیر میرزا ریخت و به وی گفت که نمیتوانم عشق تو را قبول کنم. امینه گفت: جهانگیر هم قبول کرد و هیچ حرفی نزد؟ رقیه گفت: چرا، جهانگیر میرزا خیلی التماس کرد و من درست می دیدم که مقابل بیگم روی زمین نشسته و حتی اشکای او را هم دیدم. بالاخره مثل اینکه بیگم دلش سوخت و به او گفت: به یک شرط قبول می کنم که گهگاهی اینجا بیایی و مرا ببینی. جهانگیر میرزا هم با کمال میل آن شرط را قبول کرد و خیال می کنم راضی هم باشد. امینه با حرص و ولع آشکاری پرسید: چه شرطی؟ ناقلا، تو این حرفها را به من نگفته بودی، مثل اینکه از یادت رفته بود. رقیه باز آهی کشید و گفت: بی بی جان، بعضی وقتا آدم حوصله ندارد گذشته از این فایده این حرفها چیست؟ امینه گفت: چه صحبت ها می کنی، همین حرفها هست که فایده دارد، حالا بگو ببینم چه شرطی کرد. رقیه گفت: بیگم گفت که به شرطی اجازه می دهم گهگاهی به اینجا بیایی که مثل دو نفر، مثل خواهر و برادر بنشینیم و صحبت کنیم، آن هم نه همیشه و هر وقت که تو دلت بخواهد. جهانگیر هم این شرط را قبول کرد و رفت و من از آن شب تا به حال این دو نفر را با هم ندیدم. جهانگیر بیشتر شبها را به باغ می آید، اما مثل اینکه جرأت نمی کند به بیگم نزدیک شود. امینه از جا برخاسته و از داخل جعبه چوبی یک کیسه رنگ رو رفته ای را بیرون آورد و از داخل کیسه 5 اشرفی درآورده و در دست رقیه گذاشت و گفت: رقیه جان، تو مثل دختر من هستی، هر وقت دلت تنگ می شود و حوصله از سر می رود بیا اینجا پیش خودم. ضمناً مواظب نازنین و جهانگیر هم باش. هر وقتی دی جهانگیر میرزا به باغ آمد فوری به من خبر بده، من هم در فکر تو هستم و انشاءالله همانطور که وعده دادم یک جشن روشنی خوب که هیچ انتظارش را نداری به تو خواهم داد. رقیه که برای مرتبه دوم این حرف را میشنید با آهنگ ملتمسانه ای گفت: این چیست که شما میخواهید به من بدهید؟ حالا نمیشود بگویید. امینه گفت: نه، یک مرتبه گفتم که حالا موقعش نیست، به وقتش خواهی فهمید، فعلا بلند شو برو، من هم کار دارم، اما یادت باشد که بی معطلی خبرها را برای من بیاوری. وقتی رقیه رفت، امینه زیر لب گفت: معلوم می شود کنیسا وظیفه خود را خوب انجام می دهند و خوب اذیتش می کنند.
باز هم فکر خودم مرد شور ریخته این گلسنم را ببرد، الان چند ماه از گور مرگش رفته، برای من خبر بیاورد. اگر این کار را نکرده بودم و کنیزها را وادار نمی کردم که این ضعیفه را اذیت کنند، کی او برای من خبرچینی می کرد و اسرار نازنین را می گفت؟ معصومه به خیال خودش خیلی زرنگ است و دوروبر خودشان را خلوت کرده. غیر از دایه بچه و خودش کسی حق ندارد به باغ اندرون برود. دیگر خبر ندارد که من دایه‌شان را جاسوس خودشان می کنم. اگر حدسم درست باشد و این پسر مال همین زن باشد، دیگر کارها درست و رو به راه است. به خدا قلبم گواهی می دهد که ارسلان بچه ی همین رقی است. افسوس که صفدر حرامزاده از دستم در رفت، او از همه این حق بازی ها خبر دارد. امینه همینطور که در این افکار قوته ور بود کار هم می کرد. اتاقها را مرتب می ساخت و به آشپزخانه سرکشی می کرد. بالاخره یک ساعت از شب گذشت، شاهزاده به اندرون آمد. شمس آفاق که تا جلوی پله ها شوهرش را استقبال کرده بود، او را به داخل اتاق هدایت کرد. مدت زیادی از ورود شاهزاده نگذشته بود و امینه در آبدارخانه مشغول ترتیب سفره غذا بود که رقیه سراسیمه وارد شد. رقیه از بس عجله کرده بود، با اینکه اجازه نداشت بچه را از اندرون نازنین خارج کند، در حالی که بچه هنوز در بغلش بود به سراغ امینه آمده بود. امینه که بچه را در بغل رقیه دید متعجبانه پرسید: چطور توانستی بچه را بیاوری؟ رقیه گفت: از بس عجله داشتم نتوانستم بچه را در اندرون ببرم و همانطور آمدم. در همان لحظه فکری مثل برق از خاطر امینه خطور کرد و زود خاموش شد و بلافاصله پرسید: خب زود بگو ببینم چه چیز موجب شد که با این عجله به اینجا آمدی؟ تو که یک ساعت قبل نزد من بودی. رقیه گفت: خود شما گفتید اگر خبری شد فوراً بیایم. امینه با بی‌صبری تو هم با خوشحالی شدید گفت: آره جانم، باری کلا بگو ببینم چه شده، چه اتفاقی افتاده، حتما خبرهای خوب داری. رقیه در حالی که هنوز نفس نفس می‌زد گفت: همین الان که داشتم بچه را در باغ می‌گرداندم تا خوابش ببرد، دیدم جهانگیر میرزا دلا دلا از پشت چپرها عبور کرد و وارد باغ اندرون شد. امینه گفت: خب این که چیز مهمی نیست، تو میگفتی جهانگیر میرزا بیشتر شبها به باغ میآید. من دلم میخواست وقتی با نازنین صحبت میکند بیایم آنها را ببینم و حرفهایشان را بشنوم. رقیه با غرور مخصوصی گفت: بله من هم فهمیدم و حتم دارم امشب با هم میخواهند صحبت کنند. امینه گفت: از کجا این حدس را میزنی؟ رقیه گفت: برای اینکه هر شب جهانگیر میرزا میخواهد با بیگم صحبت کند، خود را به طرف حوض وسط باغ، همون جایی که بیگم شبها مینشیند، میکشد و پشت گلها مخفی میشود. من دو سه مرتبه با چشم خود دیدم شبهای دیگر خیلی دور کنار دیوار باغ قدم میزند. راستی یادم رفت بگویم، نمیدانم چطور از هر شب که جهانگیر میرزا با بیگم صحبت میکند، حضرت والا اینجاست و در امارت ما نیست. امینه خنده بلندی کرد و گفت: پس از این قرار تو حتم داری امشب آنها هم دیگر را میبینند و با هم صحبت میکنند. اگر اینطور باشد فردا صبح سه اشرفی دیگر هم به تو خواهم داد. حالا برو هم بچه را بخوابان و هم مواظب باش، هر وقت نازنین وارد باغ شد و با جهانگیر میرزا شروع به صحبت کرد، زود بیا و مرا خبر کن. من منتظر تو هستم. رقیه گفت: اما من دیگر نمیتوانم بیایم، اگر بعد از غروب مرا بیرون امارت ببینن وای به حالم. امینه فکری کرد و گفت: حالا من یک کاری به تو یاد میدهم، تو در داخل باغ مراقب آنها باش. وقتی موقعش شد، یکی از همین فانوس های کاغذی را به شاخه درخت دم در که از همین جا معلوم است آویزان کن. من اگر فانوس را دیدم میفهمم آنها مشغول صحبت شدن، این کار که کار مشکلی نیست. رقیه در حالی که به راه افتاده و میخواست مراجعت کند گفت: خیلی خوب، این کار ممکن است. پس من برای آن که بچه را بخوابانم در داخل باغ کشیک میکشم، فانوس را هم حاضر میکنم و وقتی موقعش شد فانوس را به شاخه درخت آویزان میکنم. آن وقت قهقه ای زد و گفت: ماشاءالله امین باجی، شما چه کله ای دارید، این کارها به عقل جن هم نمیرسد. امینه گفت:
بالاخره دختر جان هرچه باشد من چند تا پیراهن بیشتر از تو پاره کردم. حالا چرا انقدر عجله میکنی کسی که دنبال تو نیست؟ رقیه گفت. میترسم اگر یک دفعه مرا این طرف ها ببینن دیگر حسابم پاک است. امینه در حالی که با دو انگشت زیر قبقب بچه را میزد گفت. مثل این که من هم از این بچه خوشم میآید. ماشاءالله چه بچه توپل مپل و قشنگیست. رقیه گفت. من که به شما عرض کردم تمام دلخوشی من به وجود این بچه است. اگر خدا این محبت را در دل من نمی گذاشت من تا حالا یک دقیقه هم اینجا نمی ماندم و اگر علاج نداشتم و نمی توانستم فرار کنم حتما خودم را نابود می کردم. امینه گفت. هیچ وقت این فکرها را نکن، خوب نیست آدم جوان این حرفها را بزند. در همین موقع باز هم همان فکری که در لحظه اول دیدن طفل به مغز امینه خطور کرده بود به یادش آمد و در دل گفت. استغفر الله، این کار خوبیست اما خیلی سخت است. گناه هم دارد. و باز هم صدا را بلند کرد و گفت. گاه گاهی این کوچولو را بیاور اینجا، من به بچه کوچک خیلی علاقه دارم. بیگم شمس آفاق هم بچه دوست دارد و حتما هر وقت او را بیاوری انعام خوبی به تو خواهد داد. رقیه با شتاب سخن امینه را قطع کرد و گفت. نه تو را به خدا این حرف را نزنید. اگر باد این حرف را به گوش معصوم خانم برساند و او بفهمد که من بچه را از امارت بیرون آورده ام گیسه مرا می کند. امینه خیلی خونسرد و از روی بی اعتنایی گفت. ای بابا چه خبر است؟ بچه که تحفه نیست، مخصوصا این بچه 6 ماهه آش دهنسوزی هم که نیست. گذشته از این مگر لازم است هر وقت بچه را می آوری شیپور بزنی و همه را خبر کنی؟ آهسته و بی سر و صدا بدون اینکه کسی بفهمد می آیی و می روی. رقیه که استراب و نگرانیش به حد اعلا رسیده بود و مرتبا این پا و آن پا می کرد گفت. پس خبر ندارید معصوم خانم با من قرار گذاشته که بچه را حتی 1 دقیقه هم از امارت و باغ بیرون نیاورم. مخصوصا سفارش کرده ان که به هیچ وجه حق ندارم این طرف ها بیایم. حالا اجازه بدهید مرخص شوم، می ترسم وقت آن کار هم بگذرد. امینه گفت. خیلی خوب، برو، من منتظر دیدن فانوس هستم. آوردن بچه هم زیاد مهم نیست، من خواستم شمس آفاق سرش گرم شود. رقیه طوری با عجله حرکت کرد که حرفای امینه را در آستانه در شنید. تصادفاً از رفتن و برگشتن او کسی خبردار نشد. موقع خواب بچه هم رسیده بود. بچه را خواباند و خودش وارد باغ شد. در محلی که قرار گذاشته بود به کشی کشیدن مشغول شد. امینه پس از رفتن رقیه با عجله خود را به شمس آفاق رسانید و داستان رقیه را در چند کلمه برای او شرح داد. شمس آفاق با اکراه و بیمیلی گفت. دیگر به حرفهای تو و کارهایت هیچ اطمینانی ندارم. هرچه گفتی و هر کاری کرده ای فایده نداشت. امینه گفت. دختر جان تقصیر من چیست؟ من زحمت خودم را می کشم. حالا خدا نمی خواهد و کارها جور نمی شود چه باید کرد؟ شمس آفاق گفت. خب حالا که جور نمی شود دیگر از جان من چه می خواهی؟ مقصودت از گفتن این حرفها چیست؟ امینه گفت. خیال میکنم امشب دیگر به مقصود برسیم و نتیجه بگیریم. شمس آفاق پرسید. امشب با سایر شبها چه فرقی دارد و چطور ما به مقصود خود میرسیم؟ نازنین خانم مرتبا مشغول عیش و نوش خودش است و منم اینجا که آه میکشم و عشق میریزم. امینه گفت. همین را میخواستم بگویم، اگر قدری حواست را جمع کنی دوره آن آه کشیدن و عشق ریزی تمام خواهد شد. شمس آفاق گفت. حواس من جمع است، بفرمایید چه میخواهید بگویید؟ اما زودتر حرفت را تمام کن. شاهزاده حوصله اش سر میرود و ممکن است باز تغییر عقیده داده و از ماندن اینجا پشیمان شود. حتما حسابش را داری؟ پس از مدت ها یک شب هم که شاهزاده اینجا آمد تو آنقدر از این بازی ها در آوردی که اوقاتش دلخ شد و رفت. اگر امشب هم میخواهی این کار را بکنی، من نه نقشه ات را میخواهم نه نتیجه اش را. خدا پدرت را بیامرزد، بگذار راحت باشم. امینه بدون اعتنا به اعتراضات و طعنه های شمس آفاق گفت. اینطور که بویش میآید امشب نازنین و جهانگیر با هم ملاقات میکنن. با اینکه قرار گذاشته ان مثل خواهر و برادر باشن، حتما حرفای عاشقانه ای بین آنها رد و بدل خواهد شد.
من یک آدم مطمئن مأمور کردم. وقتی آن دو مشغول صحبت شدن، یک فانوس روی درخت دم درب بزرگ باغ آویزان کند. اگر تو بتوانی شاهزاده را به هوای تفریح و هواخوری به باغ بکشانی، کار تمام است. این که میگویم حواست جمع باشد برای این است که به محض دیدن فانوس که از پشت همین عمارت خوب معلوم میشود، شاهزاده را به آن طرف ببری. سپس مقدمه را طوری بچینی که شاهزاده سر بزنگا کنار حوض برسد. وقتی خودش با چشم خود عشق بازی خواهرزاده و سوگلی محبوبش را دید، خیال نمی کنم که حرفی باقی بماند. شمس آفاق که سراپا گوش شده بود با خوشحالی زیادی گفت: امینه جان من، راست میگویی و یقین داری که آنها کنار حوض با همدیگر ملاقات خواهند کرد؟ امینه گفت: مریض که نیستم، عقلم را هم از دست ندادم. آنچه گفتم یک سر مو خلاف ندارد. من برای این کار تا به حال بیش از 1000 اشرفی خرج کردم. شمس آفاق گفت: چه مانعی دارد؟ اگر کار این طور درست شود، من حاضرم 10000 اشرفی بدهم. تو میدانی امینه جان من چقدر تو را دوست دارم. حتما از حرفای من اوقاتت تلخ نمی شود. چشم، الان می روم و هرچه گفتی انجام می دهم. امینه گفت: برو دختر جان، حواست جمع باشد. شاهزاده هم از گردش در باغ بدش نمی آید. باغ اندرون به وسیله چپرهای کوتاه که از چوب و برگ درست کرده بودند، از باغ بزرگ حکومتی جدا می شد. تقریبا قسمتی از آن باغ وسیعی بود که اختصاص به عمارت اندرون داشت. در این قسمت هیچ کس حق ورود نداشت و خواجه ها مراقب بودند که پای مرد اجنبی به آنجا نرسد. عمارت شمس آفاق و عمارت نازنین که هر کدام دارای دیوارهای بلند بودند و کنار این باغ واقع شده و درهای پشت عمارت و پنجره‌های اتاق به روی باغ باز می‌شد. با اینکه عمارت‌ها از یکدیگر دور و مجزا بودند، باغ اندرون بین دو عمارت مشترک بود. فقط یک جوی بزرگ آب که وسط باغ جاری بود، حدود قسمت غرب را تعیین می کرد و کلفت‌ها و کنیس‌ها و خواجه‌های هر یک از دو عمارت حق نداشتند از این جوی به طرف دیگر بروند. شمس آفاق کمتر به باغ می رفت، ولی نازنین به طوری که گفتیم بیشتر شب‌ها برای گردش سری به باغ می زد. ورود خروج او نیز از پشت در عمارت و از همان دری بود که هر وقت می‌خواست محرمانه با کسی ملاقات کند، از آن در وارد و خارجش می‌کردند. فراش‌باشی و صفدر نیز چند دفعه از همین در به عمارت نازنین آمده بودند. شمس آفاق به سرعت مراجعت کرد و قیافه خندانی به خود گرفت. چون می دانست شاهزاده علاقه زیادی به ارسلان دارد، شروع به احوال پرسی از بچه کرد و خود را خیلی علاقه من نشان داد. بساط شراب شاهزاده نیز به بهترین وجهی فراهم شده و امینه با سلیقه خاصی خوراک ها و غذاهایی که می دانست مورد علاقه شاهزاده از فراهم کرده بود. پس از نوشیدن چند جام که شمس آفاق با دست خود برای شاهزاده میریخ، کم کم صحبت را به هوای دلکش و با صفای باغ کشانید. شاهزاده که سرش از شراب خوشگوار گرم شده بود، خودش پیشنهاد کرد که سری به باغ بزند و بقیه شراب را در آنجا بنوشد. این هوا و هوس فوراً عملی شد و شاهزاده در حالی که دستش را در بازوی شمس آفاق انداخته بود، از در پشت عمارت وارد باغ شد. در وسط چمن فرشی گسترده و بساطی پهن شده بود و شمس آفاق گفت: چون می دانم که حضرت والا نور ماه را بیشتر از چراغ دوست دارند، مخصوصا گفتم چراغ نیاورند. شاهزاده گفت: خوب فکری کردی، راستی جای با صفایی است. من هیچ نمی دانستم باغ اینقدر مصفا و دلپذیر شده است. مخصوصا شراب و غذاهایی که امینه فراهم می کند، من در هیچ جای دیگر ندیدم. شمس آفاق ضمن اینکه ساقیگری میکرد، به حرفهای شاهزاده جواب میداد. چشمش به طرف عمارت نازنین و مواظب آویزان شدن فانوس بود. ضمناً از شاهزاده پرسید کدام یک از این دو قسمت باغ با صفاتر از اینجا یا قسمت نازنین خانم. شاهزاده سرش به اندازه کافی گرم شده بود و با تعجب پرسید: مگر تو تمام باغ را ندیده ای؟ شمس آفاق گفت: خیر، من خیلی کم به باغ می آیم و وقتی هم می آیم از محوطه جلوی عمارت دور نمی شوم. هنوز قسمت های دیگر باغ را ندیدم. شاهزاده گفت:
برعکس نازنین بیشتر شبها به باغ می آید، آیا میل داری با هم گردش کنیم و تو هم جاهایی را که ندیده ای ببینی؟ دیگر معطل نشده از جای خود برخاست و دست شمس آفاق را گرفته و شروع به قدم زدن کردند. آهسته آهسته به طرف عمارت نازنین به راه افتادند. در همین موقع چشم شمس آفاق به فانوس افتاد که بالای درخت آویزان بود. شاهزاده هم فانوس را دید و از شمس آفاق پرسید: آیا آن فانوس را می‌بینی؟ شمس آفاق که زودتر از شاهزاده فانوس را دیده بود، پس از مدتی این طرف و آن طرف نگاه کردن گفت: بلی، مگر چیز تازه است؟ شاهزاده خنده ای کرد و گفت: چیز تازه ای نیست، اما چراغ فانوس را به درخت آویزان کردند و چرا تا حالا آنجا نبود؟ در آن قسمت باغ کسی رفت و آمد نمی کند که به فانوس احتیاج داشته باشد. شمس آفاق گفت: شاید برای نازنین خانم روشن کردند. شاهزاده با اوقات تلخی محسوسی گفت: آنجا کنار در باغ است، نازنین آنجا کاری ندارد. موضوع روشن شدن فانوس تمامی حواس شاهزاده را که بیش از حد معمول مست شده بود به خود جلب کرده و حس کنجکاویش را نیز تحریک کرده بود. شمس آفاق که مواظب حال شوهرش بود با سادگی تمام پرسید: آیا آنجا که فانوس را روشن کرده ان جز باغ اندرون و قروق است؟ آن وقت بدون اینکه منتظر جواب شود بلافاصله گفت: اگر کسی وارد باغ اندرون شود با او چه خواهید کرد؟ قرش شاهزاده تنها جوابی بود که به حرف شمس آفاق داده شد، ولی از همین دو کلمه حرف سوء ظن عجیبی به خاطر او راه یافت. حس کنجکاوی با سوء ظن توأم شده و شاهزاده مصر را ناراحت کرده بود و شمس آفاق که دید نقش عشق پیش رفت کرده با لحن کودکانه ای گفت: چه خوب بود آهسته می رفتیم و می دیدیم آن فانوس را برای چه روشن کردند. حتما یکی از قاجه ها یا کنیز ها هوس کرده از امشب را در باغ بگذراند. شاهزاده که بی اراده اختیار خود را به دست شمس آفاق سپرده بود فوراً گفت: خوب فکریست، از پشت درخت ها با هم آهسته آهسته می رویم و این قاجه یا کنیز خوشگذران را غافل گیر می کنیم. من امشب حالم خوب است و بدم نمی آید تفریحی کرده باشم. دست در دست هم به راه افتادند تا جایی که به جوی میان باغ رسیدند. آنجا شمس آفاق دست خود را با ملایمت از دست شاهزاده بیرون کشید و گفت: من دیگر نمی آیم، خوب نیست وارد باغ نازنین خانم شوم. شاهزاده خواست اعتراض کند و او را با خود ببرد، اما یک بار در پرتو ماهتاب متوجه چشمهای شمس آفاق شد که به نقطه ای در وسط باغ خیره شده و به دقت نگاه می کند. شاهزاده نیز به آن سو متوجه شد و بی اختیار لرزه ای بر اندامش افتاد. در وسط باغ نازنین کنار حوض نشسته و مرد بلند قدی که به نظر شاهزاده خیلی آشنا می آمد ایستاده بود. پشت مرد به طرف شاهزاده بود و کاملا معلوم بود که شخص دیگری نیز در مقابل وی ایستاده یا نشسته است، ولی هیکل او معلوم نبود و در پشت اندام مرد مخفی شده بود. شاهزاده که خشم و غضبش به منتهای درجه رسیده و می‌لرزید، دست شمس آفاق را فشرده و آهسته پرسید: اینها کیستند و اینجا چه می‌کنند؟ شمس آفاق گفت: چه عرض کنم؟ شاهزاده گفت: عجب، معلوم می‌شود اینجا باغ حرم نیست و هر کس آزادانه رفت و آمد می‌کند. برویم ببینیم این اشخاص جسور کیستند و اینجا چه کاری دارند. شمس آفاق خیلی آهسته تر گفت: آمدن من در این موقع شب پیش آدم نامحرم صلاح نیست و صورت خوشی ندارد. خود حضرت والا تشریف ببرید و آنها را ببینید. ولی به عقیده من خوب است حضرت والا هم در پشت درخت ها مخفی شوند و بدون اینکه توجه آنها جلب شوند پیش بروند و حرفهایشان را بشنوند. شاید موضوع تازه ای باشد. شاهزاده این رأی را پسندید و فوراً خود را در پناه درختی کشیده و با اشاره دست به شمس آفاق گفت که از آنجا دور شود. بانو که پا بدون صدا شروع به پیش رفتن کرد و سعی داشت که از برخورد کفشش با سنگریزه ها صدایی بلند نشود. حالا دیگر فاصله به قدری کم شده بود که صدا را می شنید، اما کلمات را تشخیص نمی داد و هنوز صورت آنها را ندیده بود. آنچه برایش مسلم شده بود اینکه زن و مردی با هم گفتگو می کنند.
نفس را در سینه حبس کرده و در حالی که باسم با احتیاط قدم بر می داشت با خود گفت: سه قدم دیگر همه چیز را روشن می کند. چند ساعتی از فرار قزلگل و صفدر نگذشته بود که بیبی مادر نصرت الله خان قضایا را فهمید. مدتی به تحقیق و استنتاق از اشخاصی که برای آخرین بار قزلگل را دیده بودند، از مأمورین مراقبت صفدر، از نسترن و خلاصه از هر کسی که احتمال می‌رفت نشانی صحیحی از دختر فراری بدهد گذشت و کمترین نتیجه ای حاصل نشد. بیبی دستور داد که هیچ کس موضوع فرار قزلگل را به اطلاع نصرت الله خان نرساند. بیبی فقط از قادر خان تقاضا کرد که خودش به دنبال قزلگل حرکت کند و رد او را دریابد. قادر خان هم با 30 نفر سوار ورزیده حرکت کرد، اما خروج او از آبادی درست یک شبانه روز پس از حرکت قزلگل بود و تا چند فرسخ که رو به شیراز می رفت همه جا رد پای از پای آن دو معلوم بود. جاهایی که توقف کرده و غذا خورده بودن کاملا آشکار بود. قادرخان به امید اینکه به زودی دخترک گریزپا و زندانی فراری و نفر دیگر را که هرچه فکر میکرد نمیدانست کیست دستگیر کند، به افراد خود فشار آورده و با سرعتی عجیب به جلو میرفتن. یک وقت ملتفت شدند که دیگر نشانه ای از فراریان نیست و با اینکه فرسنگ ها راه پیمایی کرده اند کوچکترین اثری از آنها نیافته اند. جستجوی قادرخان و همراهانش کوچکترین نتیجه ای نداد و دست از پا دراستر برگشتن. در همان موقع که بیبی قادرخان را به تعقیب قزلگل روانه کرده بود، نصرت الله خان که حال مزاجیش بهتر شده و می توانست به راحتی در بستر بنشیند، به موقعی که از زیر دست جراح و زخم بند راحت شد مادرش را خواست و گفت: خیال می کنم قزلگل از من رنجیده است، او را صدا کنید بیاید اینجا، دلم میخواهد با او صحبت کنم، چقدر این دختر حساس و غیرتی است. در دنبال این حرف آه ممتد و طولانی کشید، به تیرهای سقف خیره شد و در افکار دور و درازی فرو رفت. نصرت الله خان هیچ متوجه استراب مادرش نشد و دو قطره اشکی که از گوشه چشمان او به روی صورت چروک خورده اش غلطید ندید. بیبی بدون اینکه پاسخی به پسرش دهد از اتاق بیرون رفت و او را در افکار دور و دراز خود باقی گذاشت. اما نصرت الله خان همچنان در عالم خود سیر می کرد. او پیش خود می گفت: هرچه بادا باد حقایق را به قزلگل می گویم، آنچه از اول اتفاق افتاده برای او شهر می دهم. او دختر فهمیده و عاقلی است و من مطمئنم مرا هم صمیمانه دوست دارد. بالاخره راهی پیش پایم میگذارد و تکلیفی برایم تعیین میکند. اصلا چرا من از اول به این فکر نیفتادم و قضایا را برای قزلگل شهر ندادم؟ او میتوانست به نیروی عقل و تدبیر خود گره از کار من باز کند، در سایه قلب رعوف و مهربان خود از لغزش من درگذرد. مانند کسی که از حل معمای بزرگی فارغ شده و خیالش راحت شده باشد، دو دست خود را محکم به هم کوفت و با صدای بلند گفت: بهتر از این راهی نیست. آن وقت به خیال اینکه در عرض این مدت مادرش قزلگل را صدا کرده و او هم اکنون در آستانه در منتظر ایستاده، از عالم خیال بیرون آمد. چشمها را از هم گشود و ولی هیچ کس را ندید. باز هم مدتی صبر کرد و چون وقت از حد معمول و آن اندازه که محتاج آمدن قزلگل ولو از آن طرف آبادی بود گذشت، صدایش بلند شد: مادر، مادر. بیبی به شنیدن فریادهای پسرش سراسیمه وارد اتاق شد و گفت: چه میگویی پسر؟ نصرت الله خان گفت: پس قزلگل چطور شد؟ چرا او را صدا نکردید؟ مادر گفت: قزلگل خواب بود. نصرت الله خان گفت: بیدارش می کردید، من کار لازمی با او دارم، الان بروید و از خواب بیدارش کنید. مادر بیچاره با آهنگ ملایم و لرزانی که سعی می کرد پسرش نفهمد گفت: بیدارش هم کردم، گفت که سرم درد می کند، خسته هستم. راستی هم مثل این که خسته بود و حق هم دارد. چند شبانه روز در بالین تو بیداری کشیده و تمام قوایش تحلیل رفته. نصرت الله خان که از این یادآوری خجالت زده شده بود سر خود را به زیر افکند و گفت:
تقاضا می کنم مادر بروید و از طرف من او را بیدار کنید و عذرخواهی کنید و همین الان او را به اینجا بیاورید. مادر جان، یک حرف هایی دارم که ناچارم همین امروز به او بگویم. شما خوب به اخلاق او آشنا هستید و او ممکن نیست حرف های شما را نشنود و روی شما را زمین بیندازد. بروید و او را اینجا بیاورید. مادر بیچاره درمانده و مستعصل شده بود، نه می توانست حقیقت را به پسرش در میان بگذارد، نه آوردن قزلگل برای او مقدور بود. مدتی در شک و تردید باقی ماند و بالاخره گفت: دنیای کتاب صوتی.